به نام خدا. سلام بچه‌ها. توی این قسمت می‌خوایم چند تا تیپ مهم که توی امتحانات ازشون معمولاً سوال میاد رو از کتاب دهم با هم دیگه حل کنیم. ما پیش‌فرض این قسمت رو می‌ذاریم که شما درس رو خوندید، حالا یا از روی جزواتتون یا حتی اون کتابی که بهتون داده شده، و فقط قرار با هم دیگه نمونه سوال حل کنیم. خب تیپ اول راجع به مجموعه ها. گفته درستی و نادرستی را مشخص کنید. اگر آ زیر مجموعه بی باشد این مساوی ها. خب آقا وقتی آ زیر مجموعه بی باشه، آ منهای بی میشه توهی، آ اجتماع بی میشه بی، یعنی تو اجتماع میریم به سمت بزرگه. اشتراک اینا رو خواسته، توی اشتراک میریم به سمت کوچیکه که میشه توهی. اینجا نوشته آ، پس غلط. مجموعه زد منهای دبلیو متناهی است. آقا زد منفی دو، منفی سه، منفی چهار، منفی پنج، صفر، یک، دو، سه تا بی‌نهایت. دبلیو ازش کم کنیم میمونه زد منفی که یه مجموعه نامتناهیه. پس اینم نادرست. بریم سراغ سوال بعدی. سوال اینو داده، گفته آقا مجموعه آ اشتراک بی اجتماع سی کدام است؟ من اینا رو اول به صورت بازه می‌نویسم. خب آی من چیه؟ ایکسای کوچکتر از دو، یعنی از منفی بی نهایت تا دو. بی من چیه؟ از منفی پنج تا سه. سی من چیه؟ از منفی دو تا مثبت بی نهایت. سوال چیو میخواد؟ آ اشتراک بی اجتماع سی. بچه ها من اینو یه راه سری بگم دیگه، محورم نکشیم. راه اصلیش محوره، ولی یه راه سری تر. ما هر وقت بدونیم دوتا مجموعه با هم اشتراک دارن، برای پیدا کردن اشتراک این کار رو انجام میدیم. از سمت چپ، ببین این سمت چپی ها، بزرگتره رو انتخاب میکنیم، از سمت راست کوچیکتره. خب از اینا بزرگتره میشه منفی پنج، چون بازش بازه پس ما هم باز میذاریم، از راست کوچیکه دو، میشه منفی پنج تا دو. پس این میشه آ اشتراک بی. حالا سیرم که داریم اینها، یه بار دیگه سی رو بنویسم. سیمونم بود از منفی دو تا مثبت بی نهایت. اینم سیمونه. بعدش سوال چی گفته؟ گفته این سری اجتماع اینا رو به دست بیار. توی اجتماع وقتی بدونیم یه اشتراکی وجود داره، ببین جملاتم رو خوب دقت کن، از چپ کوچیکتره، از راست بزرگتره. از چپ کوچیکتره میشه منفی پنج، از راست بزرگتره میشه مثبت بی نهایت. گفته به صورت بازه نمایش دهید. خب اینم به صورت بازه، روی محورم خواستید نشونش بدید، اینجا منفی پنج به این صورت میشه. اینم از جواب این سوال. سوال بعدی، گفته در یک کلاس 39 نفری، خب ببینید هر وقت اینجوری مسئله دیدیم یه مستطیل میکشیم، کل قرار 39 باشه، 16 نفر ورزشن، اسم این دایره رو میذاریم ورزش، 12 نفر روزنامه دیواریان، 9 نفر فقط ورزشن، یعنی اینجان. کل این دایره ورزش، ببین من با و نشون میدم، قرار 16 باشه، 9 تاش اینجا بیاد 7 تاش میمونه. 12 نفر روزنامه دیواریان، 7 تاش اینجا بیاد 5 تاش میمونه. میگه چند نفر عضو هیچ گروهی نیستند. تسته. خب 9 7 با 5 اینو حساب کنیم، این میشه 21. کل باید 39 باشه. عضو هیچ کدوم نیستن، یعنی قسمت بیرون دیگه. آقا 21 تا 39 18 تا اختلاف داره، گزینه 4. اینا رو به صورت مسئله توی امتحاناتون میدن. تیپ دوم دنباله ها. مثلا میگه الگوی مقابل تعداد نقطه ها رو در شکل 12ام چقدر است. وقتی از اینا بهتون دادن، ببین ما اگه بخوایم تشریحیش رو این سری بگیم، این کار رو میکنیم، میگیم خب توی الگوی خطی جمله عمومین آن مساوی آن به اضافه بی، الگوی خطی توش اختلاف ثابته و اون اختلاف ثابت آ رو میده. بیمون چی میشه؟ میشه جمله اول منهای آ. این یه راهشه. ببین پنج، 8، بعدی هم 11. سه تا رفته جلو، چون سه تا رفته جلو پس آی من بوده 3.
بیم هم اگه بخوام به دست بیارم جمله اول یعنی 5 منهای آ میشه 2. خب جمله عمومیمون رو مینویسیم. آ ان به اضافه بی دیگه آ رو میذارم 3 میشه 3 ان به اضافه 2. جمله 12 رو میخواد پس به ان میدم 12. 3 تا 12 تا 36 تا با 2 تا 38 پس جوابش میشه 38. بعدی دنباله حسابی جمله 17.1 دنباله حسابی 60 جمله 23 آن 84 است. بچه ببینید ما جمله 17 رو داریم جمله 23 هم داریم جمله عمومی این دنباله رو از من خواسته. خب من کاری که انجام میدم برای حل این سوال اینه آقا جمله 17 یعنی آ1 به اضافه 16 دی شده 60. جمله 23 یعنی آ1 به اضافه 22 دی شده 84. یه چیز دیگر هم بلد باشیم. این جمله 17 این جمله 23 این بوده 60 این بوده 84. ما میخوام جمله عمومیشو بنویسیم دیگه درسته بچه ها؟ میخوام سریع‌تر دی رو به دست بیارم. آها از 17 تا 23 چند تا دی میریم جلو؟ ببین یه دونه بریم جلو یه دی میشه جمله 18 19 20 21 22 23 6 تا دی یعنی فاصله اینا با هم 6 تا دیه. 60 تا 84 چقدر 24 دی به دست میاد 4. آقا پس من دیمو دارم دی من 4ه. خب توی یکی از اینا جایگزین کنیم دی رو بذاریم 4 میشه آ1 به اضافه 4 تا 16 تا. خب 16 ضرب در 4 شده 60. 4 تا 16 تا چقدر میشه؟ 40 میشه 64. پس آ1 منفی 4 بوده. آ1 رو داریم دیرم داریم. میتونستید اینجا هم دستگاه حل کنید. حالا من دوتاییدش رو براتون گفتم توی این سوال همینجا مثلا کمشون میکردید به دست میومد. خواستم یه ذره اضافه تر رو بهتون بگم. جمله عمومی میشه آ1 به اضافه n منهای 1 دی آ1 منفی 4 n منهای 1 دی مونم که داریم 4 پس میشه 4 n منهای 8. خب اینم از این جوابش به دست اومد. سه واسطه هندسی بین 2 و 32 درج کنید. آقا این 2 این 32 فرض کنید این اولی است. خب سه تا واسطه هندسی بچه ها من اگر قدر نسبت رو اسمشو بذارم R این میشه جمله اول دوم سوم چهارم پنجم. قبول دارید یه R دو R سه R چهار R چهار تا R توی این ضرب شده دو توی 4 تا آر ضرب بشه میشه 32. پس دقت کن 2 ضرب در آر به توان 4 شده 32. آر 4 میشه 16 آرمون به دست میاد میشه مثبت منفی 2 ولی چون گفته واسطه هامون مثبتن آر رو میگیریم 2 پس بعدی میشه ضرب در 2 میکنیم 4 دوباره 8 بعدی 16 بعدی هم 32 به همین راحتی. بعدی جملات دوم پنجم دوازدهم دوم پنجم دوازدهمه. یک دنباله حسابی میتوانن جملات متوالی یک دنباله هندسی باشن. قدر نسبت دنباله هندسی چقدر است؟ خب هر وقت جملات دنباله حسابی تشکیل دنباله هندسی دادن اختلاف اینا رو بگیر به اختلاف اینا تقسیم کن یعنی 12 منهای 5 5 منهای 2 خودکار قدر نسبت به دست میاد. 12 منهای 5 7 5 منهای 2 3 میشه 7 سوم. تشریحش هم بخواید برید همین میرسید. تشریحش اینجوریه اینو میرسی آی به اضافه دی آی به اضافه 4 دی آی به اضافه 11 دی بعد میگی چون تشکیل دنباله هندسی دادن واسطه توش برقراره یعنی وسطی به تمام دو میشه ضرب اینا یه رابطه بینشون میرسی و بعد حلش میکنی.
سوم مثلثات. آقا معادل خط وقتی که ما یه نقطه ازش داریم باید بلد باشی به دست بیاری، یه چیزی داریم به اسم ام، میشه تانژانت آلفا یا همون شیبمون. آلفا زاویه با جهت مثبت محور ایکس هاست. الان سوال گفته معادله خط با جهت مثبت محور ایکس ها زاویه چند درجه میسازه؟ 45. پس شیبمون میشه تانژانت 45 مساوی 1. یه نقطه هم به همون داده، نقطه همون اینه 1 و 2. حالا معادله خط اینجوری به دست میاد، ایگرک منهای ایگرک صفر، ام در ایکس منهای ایکس صفر. پس ایگرک منهای ایگرک صفر چنده؟ 2. ام چنده؟ 1. در ایکس منهای 1، ایگرک مساوی است با ایکس به اضافه 1. پس جوابش میشه ایگرک مساوی ایکس به اضافه 1. مساحت اینو گفته به دست بیارید، سینوس 75 هم داده 9600. خب آقا اینو یادتون باشه، مساحت مثلث چجوری به دست میاد؟ اس میشه 1/2 آ بی سینوس سی، یعنی زاویه بینشون. الان اینجا ما اینا رو داریم زاویه 75، پس مساحت میشه 1/2 35 سینوس 75، 1/2 35 تا 15 تا سینوس 75 هم 9600. این جوابش رو دیگه ساده میکنیم و مینویسیم. این هم یه سوال دیگه از مثلثات بازم داریم اینجوری. این سوالا رو بهش میگن سوالایی که شبیه حالا مثلث میشن. بچه ما یه قانون داریم به اسم هستک، اینو یه یادآوری کنم. ه میگه تو رو به اول همه مثبتن، سینوس مثبت، کوسینوس مثبت، تانژانت مثبت، کوسینوس کوتانژانت مثبت. سین میگه توی رو به دوم فقط سینوس مثبت. ت میگه رو به سوم تانژانت و کوتانژانت مثبت. که میگه رو به چهارم فقط کوسینوس مثبت. خب ما کاری که انجام میدیم اینه نگاه این ناحیه میکنیم برای جواب، ولی بقیهش کاری نداریم، به روش مثلث حل میکنیم این سوالا رو. گفته تانژان شده منفی 4/3، این منفیش مال ناحیه 4 بودن است، بندازش دور، یه مثلث بکش این زاویه آلفا، تانژانتش قراره بشه 4/3. تانژانت یعنی مقابل به مجاور، پس مقابل 4 مجاور 3. حالا نسبتهای دیگرش رو گفته بنویس. خب ببین دونه دونه نسبتاشو الان برات مینویسم که ببینی. الان مثلا میگن سینوس آلفا، سینوس این 3 باشه این 4 باشه، فیثاغورس بزنیم 5 دیگه، سینوس میشه مقابل به وتر 4/5. توی ربع چندمی 4، تو ربع 4 فقط کوسینوس مثبت، سینوس منفی. کوسینوس میشه مجاور به وتر میشه 3/5. تو ربع 4 مثبتیم دیگه، علامتش میمونه مثبت، اینجا مثبت میمونه. کوتانژانت آلفا هم که خب برعکس همینه دیگه، منفی 3/4. جوابش به دست اومد. بعدی گفته درستی اینو اثبات کنید. معمولا اثبات کردن هم توی امتحانات ترمتون دارید. اینو گفته به دست بیارید. من همیشه از طرف شلوغ‌تر شروع میکنم، یعنی از اینجا میگم 1 به روی کوسینوس ایکس منهای سینوس ایکس به روی کوسینوس ایکس شده، مرتبش کنم، کوسینوس ایکس 1 منهای سینوس ایکس. خب ما تا اینجاش رفتیم، حالا میخوام اینو ادامه بدیم ببینیم خب اینو بعدش چیکارش کنم، اینو الان چجوری جوابش رو من به دست بیارم که مثلا به این برسم. اینجا چی داریم؟ کوسینوس به روی 1 به اضافه سینوس ایکس داریم. خب من میام این عبارت رو توی 1 به اضافه سینوس ایکس ضرب و تقسیم میکنم. 1 منهای سینوس تو 1 به اضافه سینوس ضرب بشه میشه 1 منهای سینوس 2x. پایین دارم کوسینوس ایکس در 1 به اضافه سینوس ایکس. خب
بچه ما یه چیزی رو میدونیم، یک منهای سینوس تو چیه؟ کوسینوس تو اکس. توانش هم با این کوسینوس مخرج میره. به چی میرسیم؟ از صورت میمونه کوسینوس مخرج یک به اضافه سینوس که دقیقا میشه سمت راستمون. اینها. این هم اثباته. همیشه از طرف شلوغ‌تر شروع میکنیم میریم جلو. اینایی که دارم براتون حل میکنم بچه ها، گفتم ما فقط تیت با این پیش‌فرض که دانش آموز درسش رو خونده داریم از همه قسمت ها نمونه سوال حل میکنیم. توان رسانی و اتحاد، 10 تا تیپ بخوایم کار کنیم با هم. ریشه 5 منفی x سی و دوم چقدر است؟ خب منفی x سی و دوم یعنی منفی 1/2 به توان 5، ریشه 5 رو خواسته میشه منفی 1/2. بعدی عدد 2 ریشه 7 چه عددیه؟ خب ببینید ما میایم اینجوری میگیم، میگیم یه عددی داریم به اسم x که ریشه 7 شده 2، به توان 7 برسونم x هم به دست میاد دیگه، میشه 2 به توان 7 یا همون 128. این هم از جواب این سوال. بعدی گفته اینو تجزیه کنید، x4 به اضافه 2x، ببینید می نویسمش، x4 به اضافه 2x، منهای x منهای 2، من از منفیش همینجا فاکتور میگیرم. خب اینو میخوایم تجزیه کنیم. کاری که انجام میدم اینه، میام توی این قسمت اول توی اینا از یه x فاکتور میگیرم، میمونه x به اضافه 2 منهای x به اضافه 2. بعدش x به اضافه 2 تو جفتش مشترکه، باز فاکتور میگیرم، از اولی میمونه x بعدی منهای 1 دیگه. اگه دانش آموز حالا اتحاد بلد باشه x منهای 1 میشه اتحاد چاقلاقا نمیشه، x منهای 1 x2 به اضافه x به اضافه 1. این هم تجزیه نهاییش. بعدی گفته صورت و مخرج و کسر مقابل را تجزیه کنید و عبارت رو ساده بنویسید. خب اینو من چیکار کنم؟ x6 به اضافه 1 دارم، می نویسم x2 به توان 3 به اضافه 1 به توان 3، پایینم که خودش x4 به اضافه 2x2 به اضافه 1. خب حالا کاری که بعد از این من باید انجام بدم اینه، آقا ما این عبارت رو اینجا داریم، فقط این اینجاش یه اشتباه تایپی داره، این منفی x2ه، یعنی من اینجا منفی x2 دارم. بچه من این رو میتونم به صورت اتحاد بنویسم، بنویسم x2 به اضافه 1 در اولی به توان 2 به چاق و لاغر x2 منهای ببخشید x4 منهای x2 به اضافه 1، پایینم دارم x4 منهای x2 به اضافه 1. اینا با هم میرن تجزیهش میشه x2 به اضافه 1. پس یادتون باشه اینجاش منها بود، یعنی x4 منهای x2 به اضافه 1 بود. اینو درستش رو من براتون الان نوشتم. خب تجزیهش کردیم، عبارت ساده شد، شدین. یه مدل دیگه داریم اینجوری میگن گویاش کن. مثلا اگه 1 بره رادیکال x دیدید، گویا کن یعنی تو رادیکال مخرج از بین بره، تو رادیکال x ضرب و تقسیم میکنی. اگه 1 بره مثلا رادیکال x منهای 1 دیدید، تو مزدوجش یعنی رادیکال x به اضافه 1 ضرب و تقسیم میکنی. حالا اگه فرجه 3 دیدیم، اینو توی چی ضرب و تقسیم کنیم؟ آها اینو تو چاق و لاغرش. ببین این قسمت لاغر ماه، چاقش این میشه x2 به فرج s به اضافه 2 x به فرج s به اضافه 4. یعنی من توی این عبارت اینو میام ضرب و تقسیمش میکنم، خروجیش چی میشه؟ اولی به توان 3 منهای دومی به توان 3، اولی به توان 3 میشه x منهای 8 بالا x2 به فرجه 3 به اضافه 2
x به فرج 3 به اضافه 4. این هم گویا کردن این. خب بعدی گفته معادله زیرا به روش مربع کامل حل کنید. روش مربع کامل حل کردن اینجوریه. ببینید شما میاید هر وقت اول ضریب x2 رو بعد 1 کنیم، اگه 1 نبود 1ش میکنیم، الان 1 x2 منهای 6x شده منفی 4. بعد شما مربع نصف ضریب x رو به طرفین اضافه میکنید. ضریب x چنده؟ منفی 6، نصفش منفی 3، به توان 2 9. پس من میام به طرفین یه دونه 9 اضافه میکنم، میشه x2 منهای 6x به اضافه 9، این برم یه 9 اضافه کنم میشه 5. حالا این اتحاد شد، اتحادش هم اینه x منهای 3 به توان 2 شده 5. جذر بگیرم قدر مطلق x منهای 3 شده رادیکال 5. وقتی قدر مطلق اینو بلدید دیگه، قدر مطلق با یه عددی برابر شد میگیم یا با خودش برابره یا با قرینش. پس از اینجا به بعد با یه رنگ دیگه بنویسم جواب آخر رو، میگیم x منهای 3 یا میشه رادیکال 5 یا x منهای 3 میشه منفی رادیکال 5. از اینجا x میشه 3 به اضافه رادیکال 5، از اینجا x میشه 3 منهای رادیکال 5. اینم روش مربع کامل کردن. بعدی گفته اینو با فرمول کلی حل کنید. فرمول کلی همون دلتاه. ببینید من آم 1، بی منفی 1، سیم هم 1. دلتا فرمولش اینه بی 2 منهای 4 آسی که میشه منفی 1 به توان 2، 4 آسی منفی 3. درسته؟ اگه دقت کنید الان دلتاش منفیه دیگه. بچه وقتی دلتا منفی شد میگیم معادله جواب ندارد، الزامی نیست حتما جواب داشته باشه. اگه دلتاش صفر میشد میگیم یه ریشه مضاعف داره، دلتاش بزرگتر از صفر میشد میگفتیم دو ریشه حقیقیه، حالا متفاوت داره. بعدی حالت مسئله داره، اختلاف سنیه. دو این برادر بوده، دو برادر با یکدیگر 4 سال است، یعنی x منهای y شده 4. سن یکی رو میگیریم x یکی و y. اگر 4 سال دیگر حاصل ضرب سن آنها 60 شود، 4 سال دیگه به سن هر کدوم یه 4 اضافه میشه دیگه، یعنی 4 به اضافه x در 4 به اضافه y بشه 60. سن هر کدام چقدر است؟ خب من کاری که انجام میدم اینو به معادله درجه 2 تبدیل میکنم. چجوری؟ x هم حالا مثلا 4 رو بیارم میبرستم، x منهای 4 میشه y. پس y من چیه بچه ها؟ x منهای 4. درسته؟ خب 4 به اضافه x، x منهای 4 به اضافه 4 شده 60. 4 با منفی 4 میره، x تو اینا ضرب میشه، میشه x2 به اضافه 4x به اضافه 60 مساوی 0. خب اینو میخوام حالا x رو به دست بیاریم، سن یکیشون رو به دست بیاریم، دو تا عدد پیدا میکنیم، دو تا عدد پیدا میکنیم که ضربشون این باشه، یعنی ضربشون اینم البته بیاریم و میشه منهای 60، ضربشون بشه منفی 60، جمعشون بشه 4. خب مثبت 10 و منفی 6. ببینید ببین ضربشون میشه منفی 60، جمعشون هم میشه 4. خب من کاری که انجام میدم دو تا x به دست میاد، یه x میده منفی 10 قبول نیست، یه x میده 6 قبوله. چرا؟ چون سن نمیتونه منفی باشه دیگه، پس x من 6ه. آقا x شد 6، y هم میشه x منهای 4 یعنی 6 منهای 4 2، پس y هم 2ه.
پس یکیشون 6 یکیشون 2. سهمی. خیلی ها با سهمی همیشه مشکل دارن. ما این سوال رو میخواییم با هم دیگه حل کنیم. بچه ها توی سهمی که این معادلشه، این سی برخورد با محور ایگرگا رو همیشه به ما میده. این گفتن محور ایگرگا رو توی دو قطع میکنه، یعنی سیمون دوه. محور عرضا رو تو دو قطع کرده، سیمون دوه. محور طولا رو تو یک و منفی دو قطع کرده. هر جا روی محور طولها قطع کردیم ایگرگمون صفر میشه. پس فعلا میگم این معادلمه تابع من اینه، آیکس دو به اضافه بی ایکس به اضافه دو، بهش یک بدیم ایگرگش صفر میشه، بهش منفی دو هم بدیم ایگرگش صفر میشه. یک بده، آیه به اضافه بی به اضافه دو شده صفر، چهار آی منهای دو بی به اضافه دو هم شده صفر. خب گفته معادله این سهمی رو بنویسید، خط تقارنش هم به دست بیارید که فرمولش اینه، منفی بی به روی دو آ. بچه من این بالایی رو همینجا توی دو ضرب میکنم که ضریبش مثل پایینی بشه، دو آ دو بی چهار. بعد مرتب مینویسم، دو آ به اضافه دو بی شده منفی چهار، چهار آ منهای دو بی شده صفر، شیش آ شده منفی چهار، آ میشه منفی دو سوم یا همون منفی چهار شیشم. خب آمون به دست اومد، آ شد چقدر؟ منفی دو سوم. اینجا الان بذار مثلا منفی دو سوم تو هر کدوم از اینا که دوست داشتید میتونید قرار بدید، تو این قرار بدید، تو این قرار بدید، تو هر کدوم از این معادله ها که بخوام ما میتونیم قرارش بدیم. من یه ذره بیارم اینو پایین تر. میشه ببینید آی به اضافه بی به اضافه دو صفر بود دیگه، آ رو داریم منفی دو سوم. خب پس منفی دو سوم با دو که میشه چقدر؟ چهار سوم به اضافه بی شده صفر، بی به دست میاد منفی چهار سوم. خب معادلم اینه، ایگرگ مساوی است با منفی دو سوم ایکس دو منهای چهار سوم ایکس به اضافه دو. این معادله. حالا محور تقارنش رو بخوام، میشه منفی بی به روی دو، منفی بی میشه چهار سوم، دو هم دو تا از اینه دیگه که میشه منفی چهار سوم شده منفی یک. پس جواب ما چنده بچه ها؟ منفی یک. تیپ بعدی، تیپ هفت، تعیین علامت. میگه به ازای چه مقداری از ام این سهمی همواره بالای محور ایکس است. هر وقت یه سهمی داشتیم که اینجوری همواره بالای محور ایکس بود، دو تا شرط داره. شرط اول آ بزرگتر از صفر، شرط دوم دلتا منفی. گفت همواره پایین محور ایکس است، شرط اول آ منفی، شرط دوم دلتا منفی. خب گفته همواره کجاست؟ بالای محور ایکس. پس شرطامون چیه بچه ها؟ یک آ مثبت، دو دلتا منفی. آمون اینه، معادله رو تمیز بنویسم، شرط اول آ مثبت یعنی ام من مثبت، شرط دوم دلتا منفی، دو به توان دو چهار، منهای چهار ام منفی چهار، چهار ام، ام بزرگتر از یک. خب یکی میگه ام بزرگتر از صفر، یکی میگه ام بزرگتر از یک، ام بزرگتر از صفر، ام بزرگتر از یک، اشتراکشون میشه ام بزرگتر از یک. پس جواب نهایی ما اینه، جوابمون میشه امای بزرگتر از یک. یعنی اگه دو تا شرط داشتی آخر سر بعد بینشون اشتراک بگیری. نامعادله روبرو رو گفته حل کنید. خب اینو ما میخوایم حلش کنیم. من اول اینو به ساده ترین نوع ممکن مینویسم. ببینید x منهای یک، x به اضافه یک،
x در x منهای 3 کوچکتر مساوی 0. بعد بچه ها ریشه هاش رو پیدا میکنم. ریشه هاش 0 3 1 منفی 1. آقا روش تعیین علامت سری، هر وقت توانا 1 بود یا کلا توانا فرد بود، ما میگیم دو طرف علامت عوض میشه. هر وقت توانا زوج بود، یعنی ریشه مضاعف بود، دو طرف علامت عوض نمیشه. ریشه ها رو به ترتیب می‌نویسم: منفی 1 0 1 3. ریشه مخرج تعریف نشده، ریشه مخرج تعریف نشده، ریشه صورت 0. یه عدد بزرگتر از 3 به این عبارت بدید، 10 20 30 40 مثبت میشه همش. پس میگیم اینجا ها مثبت، همه هم تواناشون یکه، یعنی علامت عوض، مثبت منفی، مثبت منفی، مثبت. خب سوال از من چی خواسته؟ کوچیک‌تر مساوی صفر رو، یعنی یا منفی یا صفر، اینجا رو میخواد، اینجا رو هم میخواد. پس جوابش میشه از منفی یک بسته تا صفر باز اجتماعش با از یک بسته تا سه باز. اینم جواب این سوال. تیپ 8 تابه. گفته مقادیر آ و ب را طوری بیابید که این رابطه یک تابه باشد. بچه ها توی تعریف تابه یه چیز داریم، میگیم تابه رابطه ایه که هیچ کدوم از مؤلفه های اولش با هم برابر نباشد. اگر مؤلفه اول برابر شد، مؤلفه دوم هم برابر باشد. خب الان نگاه، این دوتا مؤلفه اولشون 4ه، پس مؤلفه دومشون هم برابره. پس من میگم 1 به اضافه آسه شده 9، آسه میشه 8، آ میشه 2. خب آ 2ه، توی عبارت جایگزین میکنم 2 و 3 بی 4 و 9 منفی 2 1. بعدی هم باز 4 و 9 نمی نویسم، بعدی 2 بی به اضافه 1. حالا ادامه میدم بچه ها، ببینید این سری، این دوتا مؤلفه اولشون یکیه، پس مؤلفه دومشون هم باید با هم چی باشه؟ برابر باشه. پس 3b شده b به اضافه 1، 2b میشه 1، b میشه 1 دوم. اینم از مقدار بیمون، بیمون هم به دست اومد شد 1 دوم. دیگه حالا بعدش میتونیم حتی تابمون هم مجدد بنویسیم. بعدی گفته اگر این داشته باشیم مقادیر خواسته شده را بنویسید. خب اولیش اف رادیکال 2. بچه ها اف رادیکال 2، رادیکال 2 یعنی 1.4، از 1 بیشتره یا کمتره؟ بیشتره. پس از این استفاده میکنه که این چیه؟ ببین اف ایکسش توی اون ضابط بالایی شده ایکس 2 به اضافه 1، یعنی هر چی دادیم به توان 2 رسونده به اضافه 1. پس میشه رادیکال 2 به توان 2 به اضافه 1 که میشه 3. یکی دیگه اف 0. خب ببینید اف 0 توی اینایی که چند تا داخل هم اومده تو مقدار تا باش، از داخلی ترین شروع میکنیم. اف 0 صفر از یک کمتر از این استفاده میکنه. ببین اون که ضابطش این بود دیگه، اف ایکس شده رادیکال ایکس به اضافه 5 کوچکتر از یکاش، پس از این استفاده میکنه. اف صفر میشه صفر به اضافه 5 که میشه 5، اینجا میشه 5. سوال تبدیل میشه اف 5. حالا اف 5 از بالایی چون از یک بیشتره، میشه 5 به توان 2 به اضافه 1 26. پس جواب اینم میشه 26. بعدی گفته یه تابع خطی داریم. آها کلمه تابع خطی دیدی اینه آ، ببین آ ان یا آ ایکس، حالا هر اسمی میخوای بذار، میشه آ ایکس به اضافه بی. خب حالا من اصلا اف میذارم، خوبه؟ اف ایکس میشه آ ایکس به اضافه بی، برای اینکه با دنباله قاطیش نکنی من اصلا اسمشو میذارم اف، اف ایکس. خب سوال گفته اف یک پنجه، اف یک پنجه، اف سه نهه.
خب اف 1 5 اف 3 9 اف 3 بهش 3 میدیم میشه 3 آ به اضافه b مساوی 9 1 هم بدیم آ به اضافه b مساوی 5 اینا رو از هم کم کنیم 3 آ منهای آ 2 آ b با b میره 9 منهای 5 4 آ میشه 2 این از آمون آ به اضافه b 5 خب وقتی آنش 2 b مونم 3 پس تابع من این بوده 2x به اضافه 3 حالا دیگه گفته نمودارش هم رسم کنید خب محور اگرگار رو توی 3 قطع کرده یکم بهش بدیم مثلا میشه 5 تقریبا یه چنین خطی هم میشه اینم شکلشه پس اینم یه سوال دیگه از تابع بعدی گفته اینا رو به روش انتقال رسم کنید بچه ها قدر مطلق x رو انتظار دارم همه بلد باشن این قدر مطلق x اگر بلای سر ایگرگا بیاد مستقیم اعمال میشه یعنی اضافه شد میریم بالا کم شد میایم پایین اگر بلای سر x بیاد برعکسه اضافه شد میریم چپ کم شد میریم راست این قدر مطلق x ما قدر مطلق x به اضافه 1 رو میخوایم به کل اضافه شده میریم بالا خب این یکی x به اضافه 1 به توان 2 شکل اصلی که ما باید بلد باشیم x2 این xش به اضافه 1 شده میبینی؟ بیرون نیست ننوشته x2 به اضافه 1 این با این فرق میکنه چون یه دونه اضافه شده یه باید میریم چپ چون به x اضافه شده برعکسیم شکلش از منفی 1 اینجوری یه سهمی از منفی 1 میکشیم اینم از این سوال تیپ بعدی آنالیز ترکیبی گفته با اینا چند عدد سه رقمی میتونی بنویسیم هیچی نگفته یعنی تکرار مجاز هست خب خونه اول 5 و 4 و 3 و 2 میتونم بیان 4 تا انتخاب بعدی یا 5 تا چون همه میتونم بیان بعدی صفر تو خونه سمت چپ هیچ وقت نمیتونه بیاد بعدی چند عدد غیر تکراری میتونیم بنویسیم خب بچه با اینا این سری میخوایم غیر تکراری بنویسیم خونه اول 4 تاست بعدی یکیشون حذف میشه صفر اضافه میشه باز 4 تاست بعدی 3 تا خب یکی دیگه این سری گفته زوج باشه اعدادمون چی بود؟ 0 2 3 4 5 هر وقت تو این بدون تکراریا و زوج دیدید یعنی 0 قرار بود سمت راست بیاد باید از بقیه جداش کنیم یعنی اینو دو حالته می نویسیم میگیم یا اینجا 0 یا یکی از اعداد 2 4 0 باشه اینا میشه 4 3 2 4 باشه خب یکیشون میره 0 هم نداریم 3 3 بعد جواب این دو قسمت رو با هم جمع میکنید بریم سراغ بعدی سه کتاب زرد متمایز دو کتاب قرمز متمایز رو به چند طریق میتونیم کنار هم بچینیم همرنگ کنار هم باشن آقا کلمه کنار هم بودن دیدی بهش میگن جایگشت بسته‌ای تناپیچ سه تا کتاب زرد این مثلا سه تا کتاب زرد میذاریم توی یه بسته دو تا کتاب قرمز هم توی یه بسته همرنگا کنار همن درسته حالا جایگشت میخواد خب دو تا شی داریم دو فاکتوریه جایگشت توی بسته ها هم باید بنویسید دو فاکتوریه سه فاکتوریه دو فاکتوریه این جوابش میشه یکی دیگه کتاب های قرمز کنار هم باشن خب ببینید بچه ها تو صورت سوال سه تا زرد داشتیم دو تا قرمز سه تا زرد ها بیرون میمونن دو تا قرمز ها میرن توی یه بسته درسته؟ خب فقط دقت کنید ببین این کلمه ای که اینجا گفته من یه بار بیارم ببینید گفته اینا قرمز و زرد هستن ولی متمایزن ها یعنی مثل هم نیستن داخلش جایگشت داره این چهار تا شیه میشه چهار فاکتوریل داخل بسته هم دو فاکتوریل جوابش به دست میاد بعدی گل فروشی در فروشگاه خود 10 نوع گل داره آقا ببین سوالی که مربوط به گل انتخاب کردن تیم انتخاب کردن یه شک میدن نقطه انتخاب کنی اینا ترکیبه ترکیبم فرمولش اینه آر از ان که روش حساب کردنش هم اینجوریه پایینی رو تا 1 ادامه میدیم
هر چند تا عدد نوشتیم همون تعداد هم از بالا می نویسیم. یعنی همینجوری ادامه میدیم به تعداد این. مثلا بگن 3 از 7 اینجوری می نویسی 3 2 1 چند تا نوشتی؟ 3 تا. بالام 3 تا. 7 6 5. خب گل فروشی در فروشگاه خود 10 نوع گل دارد. او در هر دسته گل حداقل 8 گل میذاره. چند دسته گل میتونه بسازه؟ خب حداقل یعنی دسته کم 8 تا گل میخوایم بذاره. خب یا 8 تا گل برمیداره یا 8 تا گل برمیداره یا 9 تا گل برمیداره یا کل 10 تا گل رو برمیداره دیگه. اگر 8 تا گل برداره میشه 8 از 10 به اضافه 9 تا گل برداره میشه 8 از 9 به اضافه 10 تا گل برداره 8 از 10. چون میگیم یا اینه یا اینه یا اینه بینشون جمع میذاریم. تیپ آخر احتمال. دو تاس با هم میندازیم. خب بچه ها ما وقتی دو تا تاس میندازیم اینو من جدولش رو براتون بکشم. دو تا تاس جمع تعداد حالت. این رابطه برقراره. جمعشون از دو شروع میشه. یک دو سه چهار پنج شیش پنج چهار سه دو یک. خب دو تا تاس میندازیم. احتمال اینکه هر دو زوج بیاید گفته چقدر؟ خب ببینید بچه ها قراره هر دوشون زوج بیاد، درسته؟ هر دو زوج چه حالت هایی میشه؟ کل حالت هامون رو ما داریم. NS دو تا تاس میشه 6 به توان 2 36. دو تای زوج بیاد ایناست. قبلا راه تستیش هم گفتم ها. خب هر دوتاش قرار زوج بیان دیگه. خب میشه ان آمون 1 3. با این جدول جمع دوتاسو می نویسیم. دوست داشتی دستی بنویس، مثلا بگو جمعشون دو باشه 1 و 1، جمعشون 4 باشه 3 و 1، 1 و 3 2 و 2، اینجوری 5 5 3 1 میشه 18. احتمال میشد ان آ به ان اس 18 36 1 2. خب بعدی در جعبه 4 مهره آبی 3 تا قرمز وجود دارد. بچه تو سوالات احتمال ساده شما تا قبل از کلمه احتمال رو اگر بخونید بهتون ان اس رو میده. ببین میگه 3 مهره خارج میکنیم، کل مهره هامون 7 است، 3 تا خارج میکنیم، مهره برداشتن ترکیبه میشه 3 تا از 7 تا. چقدر احتمال دارد هر 3 همرنگ نباشد؟ تو سوالایی که به هر 3 همرنگ نباشد یعنی چی؟ یعنی بیام بگم یا آبی 2 تا قرمز، 2 تا آبی 1 قرمز، اینجوری دیگه، حالت دیگه ای ندارم که. پس میگم ان آم اینجوری به دست میاد، 2 تا آبی و 1 قرمز یا یه آبی و دو تا قرمز. میتونیم متمما بریم 1 منهای مثلا همرنگ بودن، احتمال همرنگ بودن رو حساب کنیم، بعد بگیم 1 منهای همرنگ بودن، که من دارم با روش حالا عادیش میرم، با اون نمیرم. خب بچه ها دو تا آبی 4 تا است دیگه، میشه 2 از 4 و 1 قرمز 1 است و گفتیم زرد. یا یه آبی که میشه 1 از 4، 2 تا قرمز میشه 2 از 3. اینم ان آش دیگه، احتمالش رو مینویسیم. احتمال میشه ان آب ان اس. کافیه اینا رو حساب کنید و جوابش رو به دست بیارید. آخرین سوالمون، انواع متغیرها، مدت زمان مطالعه. بچه مدت زمان مطالعه رو میشه اندازه گرفت، پس کمیه. هر عددی هم میتونیم بهش بدیم، پس کمیه پیوسته است. رنگ مو، رنگ اندازه نداره، میگیریم کیفی، هیچ ترتیبی هم نداره. خب ما این رنگ موی فرد منظور نیست مثلا پیر میشه سفید میشه، چون ترتیب خاصی براش در نظر نمیگیریم، ما میگیم کیفیه اسمیه. یعنی من با این پیش فرض میگم که آقا رنگ موی یه آدم، نه اینکه حالا مثلا در سنین مختلف ممکنه رنگ موش عوض بشه، سفید بشه، بعد دوباره بیاد عوض بشه، اونجوری شما منظورم نیست. ولی خب اگه مثلا بخوایم با اون سلسله مراتب بگیم، اون موقع دیگه ترتیبی هم میتونه باشه. من در این مدلش حالا بحثم بود. خب
اینم از این قسمت. حالا ببین بچه ها، ما اینایی که بهتون گفتیم، حالا باز فیلماش رو من سعی میکنم توی اینستاگرامم بذارم، هر چی سوال اشکال از این کتاب و این قسمت رو داشتید میتونید از ما بپرسید. اینا برای این بود که شما توی امتحاناتون بتونید یه مرور کنید. اگه مقدار ریتمش تنده، ما سر کلاس ها و حالا بقیه مواقع اینجوری نیستیم، چون میخواستیم یه مقدار سریعتر جمع بشه، حجمش زیاد نشه و توی دیویدی بهتون اینا رو بدیم. به این خاطر ما یه مقداری تندتر گفتیم. این صفحه اینستاگرام من حتما دنبال کنید، این کانال تلگراممونه، یه کتاب VIP دهم هم ما براتون نوشتیم که میتونید از همه مراکزی که همین سیدی رو تهیه کردید اون کتاب رو بگیرید و برای امتحاناتون بخونید. امیدوارم که این سوالا به دردتون خورده باشه و توی امتحاناتون بدرخشید. موفق باشید. خدا نگهدار.